سرخط خبرها. پیام فرمانده ارشد سپاه برای اسرائیل و آمریکا در روز یکشنبه. گزارش‌ها درباره تصاحب یک نفتکش در مجاورت سواحل یمن. و حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین‌المللی دمشق. به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. سردار رمضان شریف ظهر امروز یک شنبه در همایش بزرگ بسیجیان نیشابور که در سالن شهدای مدافع حرم نیشابور برگزار شد اظهار کرد منطق مقاومت را نمیتوان با بمب و موشک از بین برد. به گزارش روز یک شنبه از فارس به یفسود، امروز کلمه مقدس بسیج برای مردم مترادف است. با همه پیروزی‌ها و خدماتی که یک نهاد مقدس می‌تواند برای کشور و مردمانش انجام دهد، مسئول روابط عمومی کل سپاه با ذکر این مطلب که بسیج یعنی همه کسانی که دل در گروی عمران آبادی و الگو شدن ایران عزیز دارند، بیان کرد امروز اگر محور مقاومت برای عالم افتخار آفریده است، محصولی است الگو گرفته از بسیج. امروز همه دنیا از آن دارد که بسیج مایه اصلی پیروزی‌های کشور ما بوده است. سخنگوی سپاه اضافه کرد اگر بسیج نبود، سرنوشت دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و اینکه رژیم بس چه بر سر کشور می آورد معلوم نبود. اگر بسیج نبود، منافقین دایه دار کشور می شدند و معلوم نبود گروهک های تجزیه طلب چه مصیبتی برای مردم به وجود می آوردند. وی تصریح کرد امروز به برکت عملیات معجزه آسای طوفان الاقصی، مسئله فلسطین یک مسئله جهانی شد و برای نخستین بار در طی 75 سال گذشته افکار عمومی دنیا در 5 کره جهان متوجه ظلم صهیونیست شد. فریب رسانه‌های صهیونیست را نخورد، مظلومیت مردم فلسطین و وحشیگری صهیونیست را با چشمان خودش دید. سردار شریف ادامه داد در همه دنیا جنگ و نبرد قواعد و ادبیاتی دارد، اما در 48 روز گذشته صهیونیست‌ها تمام قواعد جنگی را زیر پا گذاشته و به هیچ یک از قوانین اعتنا نکردند و در غزه یک شهر محاصره شده با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تمامی مدارس، مساجد، کلیساها و بیمارستان‌ها را بمباران کردند. اینجاست که جهان به جمله امام خمینی پی می‌برد که اسرائیل قده سرطانی است و اگر مهد نشود برای همه مردم دنیا مشکل ایجاد می‌کند و این ظلم معطوف به همه جهان است. سردار شریف افسود از 3000 نفر نیروی حماس تنها 1000 نفر در طوفان الاقصی شرکت کردند و امروز بیش از 2900 رزمنده حماس همچنان پای مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند. البته صبر و استقامت مردم غزه مثال زدنی است که با وجود شهادت، بیماری و تحریم غزه را ترک نکردند. مسئول روابط عمومی کل سپاه با اذعان به اینکه صهیونیست گفت ما حماس را نابود می‌کنیم، اما نمی‌دانست حماس تفکر و منطق مقاومت است و منطق مقاومت را نمی‌توان با بمب و موشک از بین برد بیان کرد، نیشابور بیش از 2500 شهید تقدیم انقلاب کرد، زیرا پیروزی و عزت بدون رنج و جهاد به دست نمی‌آید و هیچ ملتی با پذیرش ذلت به جایی نمی‌رسد. امروز مردم فلسطین به این باور رسیدن که به راه خودشان فکر کنند، نه اینکه حکام عربی چه میگویند و چه تصمیم میگیرند. شرکت دریایی امری بعد از ظهر امروز یک شنبه خبر داد افرادی ناشناس از یک نفتکش در مجاورت سواحل یمن بالا رفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این شرکت گزارش داد این نفتکش که سنترال پارک نام داشته، متعلق به یک اسرائیلی و تحت مدیریت یک شرکت انگلیسی بوده، در مجاورت سواحل یمن مورد هجوم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این نفتکش از مراکش به سمت کانال سوئز در حرکت بوده. گفته می‌شود که تعدادی افراد ناشناس با لباس نظامی وارد ارشای این نفتکش شدند. شرکت امری میگوید یک ناو دریایی آمریکا وارد عمل شده و یک کشتی دیگر نیز به محل حادثه نزدیک بوده است. این گزارش در حالی منتشر شده که هیچ کشوری تا این لحظه اخبار منتشر شده را تایید نکرده و هیچ طرفی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. ارتش یمن تا این لحظه بیانیه‌ای در این خصوص صادر نکرده و گزارش‌های منتشر شده را رد یا تایید نکرده. با این حال نیروهای مسلح یمن پیشتر هشدار داده بودند که در حمایت از مردم فلسطین در صورت رویت هر شناور اسرائیلی آن را هدف حمله قرار خواهند داد. نیروی دریایی یمن پیشتر کشتی اسرائیلی گلکسی لیدر را در مجاورت سواحل یمن تحت کنترل خود درآورد و آن را به سواحل این کشور هدایت کرد. ارتش یمن همچنین اخیراً مسئولیت حمله به کشتی اسرائیلی زیم در دریای مکران را بر عهده گرفت. در همین حال و در خبر
کاری فوری منابع خبری سوری از شنیده شدن صدای چند انفجار در دمشق خبر دادند. رادیو شام اف ام گزارش داد که در اطراف مناطق المزه و المزمیه در دمشق به خاطر این انفجارها دود به هوا برخاست است. روزنامه الوطن سوریه خبر داد که این انفجارها به خاطر حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق بوده است. رکن اطلاعات وزارت دفاع انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه سامانه‌های راهبردی پدافند هوایی خود را از منطقه راهبردی کالینینگراد به مناطق عملیاتی اوکراین منتقل کرده است. به گزارش وبگاه پراودای روسیه، کالینینگراد غربی‌ترین پایگاه نظامی خود که از سه طرف با کشورهای عضو ناتو هم مرز است را یکی از حساس‌ترین مناطق می‌داند. استقرار انواع سامانه‌های موشکی روسیه از جمله سامانه موشک زمین به هوای S-400 و سامانه موشکی اسکندر در کالینینگراد روسیه موجب نگرانی ناتو است. این منطقه از زمان آغاز جنگ سرد محل سرفرماندهی ناوگان بالتیک اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده و دارای اهمیت راهبردی است. کالینینگراد در منطقه بالتیک بین کشورهای لیتوانی و لهستان واقع شده است. رکن اطلاعات وزارت دفاع انگلیس تحرکات هواپیماهای ترابری روسیه را در ماه نوامبر دلیل این انتقال عنوان کردند. رکن اطلاعات وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده که روسیه با این اقدام چالش‌های پدافندی ناوگان دریایی سیاه روسیه در شهر بندری نوروویسیسک را بر توانایی‌های آنها برای پرتاب موشک‌های کروز به سمت اوکراین تأثیر می‌گذارد برطرف خواهد کرد. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز خبر داده که اوکراین با جمعیتی کمتر از 40 میلیون نفر با بحران کمبود نیروی انسانی و عدم تمایل شهروندانش برای شرکت در جنگ با روسیه مواجه شده است. به گزارش روز یکشنبه از این روزنامه انگلیسی، دولت کییف به دنبال متقاعد کردن نیروهای جوان با استقامت بهتر و مهارت‌های بیشتر برای پیوستن به جنگ با روسیه است. این مقاله با اشاره به گذشت حدود 2 سال از جنگ اوکراین با روسیه، جریان جذب نیروی نظامی به ارتش بدون ایجاد نارامی‌های اجتماعی را از دغدغه‌های مهم مقامات کیف انبای کرد. این گزارش می‌افزاید خدمت اجباری انتخابی در ارتش اوکراین از فوریه 2022 ادامه یافته، اما با طولانی و طاقت فرسا شدن جنگ کارای خود را از دست داده است. بر اساس تحقیقات بی بی سی، نزدیک به 20,000 مرد اوکراینی یا با دور زدن قانون ممنوعیت خروج از کشور و یا کسب مجوزهای متقلبانه برای عبور از مرز از فراخوان ارتش برای عضویت و شرکت در جنگ علیه روسیه تفره رفتند. نخست وزیر رژیم اسرائیل که مدعی شده بود رهبران مقاومت فلسطین را هر جا باشند ترور می کند، اعلام کرد که آنها را در قطر ترور نمی کند. به گزارش روز یکشنبه از ایرنا، جورج مالبروند، خبرنگار روزنامه فرانسوی لوفیگارو، به نقل از منابعی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به قطر اطمینان داده که رهبران حماس را در این کشور ترور نخواهد کرد. قطر یکی از اقامتگاه‌های رهبران در تبعید مقاومت فلسطین محسوب می شود. این در حالی است که چهارشنبه گذشته نتانیاهو در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود که دستور ترور رهبران مقاومت فلسطین توسط موساد را صادر کرده است. نخست وزیر صهیونیستی حتی اعلام کرده بود که در دوران آتش‌بس نیز رهبران مقاومت در امان نخواهند بود و برنامه ترور آنها را پیگیری خواهد کرد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.